سلام خوش اومدید به اپیزود 179 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب آقا رضا این هفته دیگه برگشتیم هم شما هفته پیش نبودیم روزا خانم تنهایی پادکست رو اجرا کرد یه ذره شک داشتیم به خاطر اینکه هیچوقت تنهایی روزا این کار نکرده بود اصلا اولین بار بود که نه من بودم نه شما و میخواستیم ببینیم بازخوردش چی میشه که واکنش ها بسیار مثبت بود روزا خانم هم به نه و احسن این کار رو انجام داد و واقعا خیلی هم خوب اجرا کرد کلا یه نفر اجرا کردن سخته و معمولا هم مخاطبات دوست ندارن ولی خب کامنت هایی که ما میخوندیم اغلب دوستان از حضور روزا استقبال کرده بودن و به حال دمشون گرم هر تغییری توی قسمت های پادکست اتفاق میافته دوستان میان نظرش رو می نویسن خیلی خوبه ولی اینکه حالا نوشته بودن روزا خیلی از فرهاد و رضا بهتر اجرا کرده و اینها حالا به من علی به هر حال ما اینا رو می خونیم می ها رو می دلگرمی خوشحال میشیم حالا آخر پادکست مفصل میریم سراغ کامنت ها و دربارشون صحبت می خیلی کامنت های جالب و با مزه هم دوستان نوشتن به هر حال ما هم رو جمع کنیم روی اجرا و اینا مسلط باشیم که بتونیم هر حال رضایت مخاطبای فکنامه رو به اندازه روزا خانوم در واقع جلب کنیم خب این مقدمه همیشگیمون رو بگیم برای دوستانی که ممکنه دفعه اوله که دارن این اپیزود رو گوش میدن یعنی این پادکست رو گوش میدن که کار ما در سایت فکنامه فک چکینگ میریم سراغ حرفای مسئولان و خبرایی که تو رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن و بررسیشون میکنیم که ببینیم چقدر درستن یا نادرستن و در آخر یکی از شش نشانه میرزا رو بهشون میدیم و اینکه ما این پادکست رو روز 14 شهریور 1403 چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم خب این روزها مسابقات پارالمپیک هم داره توی پاریس برگزار میشه ما این رقابت ها رو هم مثل بازی های المپیک داریم رصد میکنیم بالاخره یه رویداد مهم جهانیه و ممکنه تو متن و حاشیه‌اش حرف و حدیثا و ادعای مطرح بشه مثل المپیک که کم نداشت دیگه ولی خب تا الان موضوع خاصی نبوده که قابل فکت چک باشه شما اگر چیزی سراغ دارید یا فکر میکنید موضوعی هست که خوبه که ما بررسیش بکنیم و فکت چک بکنیم حتما برامون بفرستید هر جوری که میتونید معمولا تو بهترین راهش الان تلگرامه نکته بعدی اینکه قسمت دوم پادکست واژه نامه دروغ پراکنی هم روز چهارشنبه یعنی چند ساعت قبل از الانی که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم منتشر شد موضوع قسمت اول درباره کلمه مردم بود و استفاده از این کلمه و این دفعه درباره کلید واژه مردم دنیا مردم جهان در ادبیات حکومت ایران صحبت کردیم که چه جوری از این استفاده میشه از این مفهوم امیدوارم این قسمت رو هم گوش بدید و نظرتون رو بهمون به بگید نکته آخرم اجازه بدیم من بگم اونم این که قسمت جدید پادکست هزار داستان بود هم. همین چهارشنبه در حسابای رادیو فردا و در خود کانال هزار داستان بودجه توی کس باکس منتشر شده داغ و تازه است خلاصه تا هفته دیگه که بیایم اینجا دوباره منتشرش بکنیم توی این کانال میتونید برید اونجا بشنویدش موضوعش هم بحران صندوق های بازنشستگی موضوعی که خیلی توی اقتصاد ایران و البته تو دنیا اصلا موضوع مهمیه ولی خب چندان پرداخته نمیشه توضیح بیشتر نمیدم دعوت میکنم برید گوش بدین و ببینید اصلا چرا بهش میگیم بحران چرا تاکید داریم که چقدر میتونه در واقع تاثیر داشته و ابعادش چقدر بزرگه و این چیزا من دیگه ادامه ندم ولی خب برید و بشنوید آره واقعا اپیزود خوبی شد این دفعه خیلی ممنون آقا رضا خب بریم سراغ اولین فکچک این هفته بعد از بازداشت پاول دروف مالک و مدیر اپلیکیشن پیامرسان تلگرام که خب یکی از خبرهای مهم هفته گذشته بود چندین ادعای مختلف مطرح شد که ما سه تا از ادعای نادرستی که درباره هواشی بعد از این بازداشت مطرح شده بود رو فکر چک کردیم که یکیش توی رسانه های داخلی ایران بیشتر شرخیده بود البته روزا خانم آخر پادکست هفته قبل بهش اشاره کرده بود ولی خب چون تا موقع ضبط پادکست هنوز گزارشش نهایی نشده بود توضیح کاملترش موند برای این قسمت ادعای اصلی که ما فکت چک کردیم این بود که بعضی از رسانه ها نوشته بودند حاکم دوبی خرید 80 فروند جنگنده از فرانسه رو به خاطر بازداشت آقای دروف تعلیق کرده همونطوری که گفتم و روزا خانم هم هفته پیش بهش اشاره کرده بود ما به این ادعا نشان نادرست دادیم توضیح این ماجرا و اون دو تا ادعای دیگه ای که توی گزارشمون فکت چکشون کردیم رو حالا آقا فرهاد درمون میگن فقط قبلش من یه توضیح رو بدم که این ادعایی که گفته شد امارات متحده عربی قرارداد خرید اون 80 تا جنگنده از فرانسه رو تعلیق کرده توضیح بدم که چه ربطی به پاول دروف داره همونطور که احتمالا خیلی ها میدونن خب آقای دروف که اصالتا اهل روسیه است شهروندی امارات رو هم داره و خودش هم قبلا گفته بود که به خاطر فضا و شرایط کاری مناسبی که توی دبی هست کلا فعالیت تلگرام رو به اونجا منتقل کرد از طرف دیگه محمد بن راشد یعنی حاکم دبی با حفظ سمت وزیر امارات متحده عربی و همزمان معاون اول رئیس امارات هم هست ضمن اینکه اون زمانی که قرارداد خرید این جنگنده ها بسته شده بود با حفظ این سمت ها وزیر دفاع امارات هم بود خب همین ارتباط ها احتمالا انگیزه ای شد که یه سری خبرسازی های در باره انجام بدن یه خبرسازی های انجام بشه و یه جوری مؤلفه ها کنارم چیده بشه که اون ادعا باورپذیر به نظر برسه خب آقا فراد بیا شما برام مفصل بگو که ماجرا از چه قراره آره همونطور که خودت هم اشاره کردی این خبر توی رسانه‌های داخلی ایران هم منتشر شد که همینم متاسفانه به باورپذیر بودنش و باورپذیر شدنش برای مخاطب کمک کرد مثلا خبرگزاری ایلنا این خبر رو منتشر کرده بود و خبر آنلاین هم با استناد به منبع ایلنا نوشته بود حاکم دوبی و نخست وزیر امارات اعلام کرده که دوروف شهروند امارات و دستگیریش ممکن غیر از قرارداد خرید جنگنده ها قراردادهای تجاری دیگه از جمله حضور شرکت فرانسوی چند ملیتی توتال توی پروژه های امارات رو هم تحت شعا قرار بده بعدم یه سری آمار از حجم تجارت دوتا کشور آورده بود و یه سری جزئیات دیگه هم بهش اضافه کرده بود چند تا رسانه دیگه هم مشابه همین خبر رو منتشر کرده بودن منبع بیشتر این خبرها یه حساب کاربری توی شبکه اجتماعی ایکس بود که به تولید اخبار جعلی در حمایت از حکومت روسیه هم شهرت داره و بعد هم که این شایعه پخش شد توییتش رو پاک کرد ظاهرا این رسانه ها هم بدون چک کردن هیچ منبع معتبری همین رو به عنوان خبر منتشر کردن بعدم چند تای دیگه رو از روی دست هم دیگه کپی کردن و اینو بازنش کردن ما خیلی مختصر و مفید توضیح دادیم که این ادعا کلا بی اساسه و هیچ منبع معتبری هم همچین ادعایی رو مطرح نکرده اون چیزی که تا الان میدونیم اینه که بعد از دستگیری دروف دولت امارات یه واکنشی نشون داده بود و وزارت خارجش هم بیانیه داده بود که همون خدمات کنسولی که برای شهروندای اماراتی تو فرانسه ارائه میشه باید برای پاول دروف هم اعمال بشه چون مالک تلگرام در واقع همون که گفتی شهروند امارات محسوب میشه بعدم تاکید کرده بود که دولت و وزارت خارجه امارات از نزدیک روند رسیدگی به پرونده رو پیگیری میکنند به جز این واکنش هم خبر یا گزارش رسمی که توش حرفی از لغو یا تعلیق خرید جنگنده زده شده باشه منتشر نشده نه توی رسانه‌های معتبر نه از سمت دولت امارات متحده عربی یا حاکم دبی و نه از طرف دولت فرانسه یا حتی صنایع هوایی داسو که شرکت طرف این قرارداد محسوب میشه بنابراین ما به این ادعا نشان نادرست دادیم اینم بگم که بعد از اینکه ما فکچکمون رو منتشر کردیم خبر آنلاین گزارشش رو از روی خروجیش حذف کرد ولی بعضی از رسانه‌های دیگه مثل ایلنا هنوزم این خبر نادرست رو روی هاشون نگه داشتن الان که حالا چهارشنبه است داریم حرف میزه یه توضیح هم در مورد این قرارداد خرید جنگنده ها بدم آذر 1400 امارات با یه قرارداد 19 میلیارد دلاری تولید 80 جنگنده رافال F4 رو به شرکت داسو سفارش میده خب قرارداد مهمیه که توی عالیترین سطح دو کشور بسته شد و برای امضاش محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حضور داشتن اهمیت این قضیه برای, فرانسه اینه که گفته شده تا سال 2031 تامین شغل 7000 فرانسوی رو تضمین میکنه اهمیت منطقه ایش هم دست کم اینه که قطر که رقیب منطقه ای امارات محسوب میشه الان یه تعدادی از همین جنگنده های چند منظوره رو داره و خب برای امارات هم خیلی مهمه که همچین جنگنده رو داشته باشه تو نیروهای نظامیش خب این از این موضوع بعدی که توی این گزارش فکر چک کردیم این بود که توی یه سری از اکانت ها و بعضا رسانه ها گفته شده بود که یه دختر روس که همراه پاول لوروف توی هواپیمای شخصیش از دوبه به پاریس اومده بود داخل گیومه پرستوی اسرائیلی بوده پرستو هم که میدونید که به جاسوس ها و عوامل نفوذی میگن که از طریق رابطه جنسی و عاطفی به هدفشون نزدیک میشن خب ما این ادعا رو هم رد کردیم که آفرات بگو چجوری ردش کردیم آره در مورد این ادعا میگن گمانزنی های زیادی وجود داره که این زن که اسمش یولیا واویلوواس ممکنه دلیل اصلی دستگیری دروف باشه شایعاتی هم وجود داره که میگه ممکنه این دختر حالا به اصطلاح پرستوی موساد بوده یا حداقل تحت نظارت موساد بوده و بعد هم عمدن یا شاید هم به صورت ناخواسته باعث شده که دروف دستگیر بشه مثلا یه عده مدعی شدن که این خانم یه سری پست توی اینستاگرامش میذاشته و از هم همون طریق هم پلیس فرانسه تونسته رد دروف رو بزنه و دستگیرش کنه این ادعا رو یه رسانه هندی هم منتشر کرد و بعد هم بخش امپلاس دیلی میل بازنشش کرد و اینجوری به پخش شدنش کمک کردن البته طبق معمول بعضی از رسانه و کانال های فارسی هم همین ادعا رو بازنش کرده بود که همشون هم بدون سند بود و یه سری شایعه رو به عنوان خبر و خبر احتمالی و اینا مطرح کرده بودن و همونطور که آقا رضا گفت ما این ادعا رو هم رد کردیم چون اون چی که اطلاع داریم اینه که پلیس فرانسه اعلام کرده که اسم پاول دروفت رو توی لیست مسافرای هواپیما دیده و رفته دستگیرش کرده و این ربطی به اینستاگرام و پیدا کردنش از این طریق نداره و اسمی هم از موساد نیست این وسط به هر حال راههای منطقی تری وجود داشته برای اینکه بتونن بفهمن که اومده رفته فرودگاه پاریس نشسته دیگه به هر حال اینکه بخوان چیز بکنن نه از این طریق بزنن اینا راههای منطقی تری وجود داشت از اینکه بخوان ردش اونجوری تو اینستاگرام پیدا بکنن یه ادعای دیگه ای هم که کمابیش دست به دست شده بود این بود که یه عکسی از چند تا جوون رو منتشر کرده بودن و نوشته بودن که یکی از اینا پاول لوروف و این عکس مال تیم المپیاد دانش آموزی ریاضی روسیه تو سال 1377 خودمون یا در واقع 1990 88 میلادی در واقع اینجوری ادعا شده بود که پاول دوروف توی اون تیم المپیاد بوده که تونستن مقام دوم جهان رو کسب کنن و بعد هم با کمک همینا تلگرام رو ساختن که خب اینم ادعای درستی نبود آره این ادعا رو هم رد کردیم چون پاول دوروف اصلا تو تیم المپیاد دانش آموزی ریاضی روسیه نبوده اون کسی که توی این عکس میبینیم نیکلای دوروفه یعنی برادر بزرگتر پاول. توی سالهای اخیر مطالب زیادی درباره برادر پاول دوروف منتشر شده بود خیلی هم به این اشاره کرده بودن که نیکولای یه جورای مغز متفکر تلگرام و نخبس و از این حرفا نیکولای سه تا مدال طلای المپیاد جهانی دانش آموزی ریاضی داره که مربوط میشه به سال 75 1375 1376 76 و 77 یعنی 96 تا 98 غیر از اینا یه مدال طلای المپیاد دانش آموزی کامپیوترم داره و خب همونطور که گفتم الگوریتم هسته اصلی تلگرام و اون رمز ارز تون TON رو هم همین آقای نیکولای نوشته پس این ادعایم نادرست بود و اون عکس مربوط به برادر پاوله نه خود پاول دروف بعد از همه این توضیحات ما تو گزارشمون یه توضیح هم دادیم که اصلا دلیل بازداشت مدیر تلگرام چی بوده البته میدونید که یکی دو روز بعد از انتشار اون گزارش پاول دوروف با قید وسیقه آزاد شد تا بعدا در دادگاه حاضر بشه و البته توی این مدت هم حق نداره خاک فرانسه رو ترک کنه بعد از دستگیری دروف دادگستری پاریس یه بیانیه داد و اعلام کرد که این بازداشت به خاطر این بوده که مدیریت تلگرام به جرایم سایبری مختلفی که توی این اپلیکیشن اتفاق افتاده واکنش مناسبی نشون نداده و با توجه به اینکه این شرکت از اون جرایم با خبر بوده بنابراین شریک جرم محسوب میشه موارد خیلی متعدد و زیادی رو هم تو این بیانیه آوردن که تقریبا ده 15 تا مورد میشه همه این موارد هم در واقع حاصل تحقیقات بخش مبارزه با جرایم سایبری دفتر دادستانی عمومی در فرانسه بوده و بابت اتهامات مختلف براش پرونده باز شده مثلا چند تاش از روی متن میخونم براتون مشارکت در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی در یک گروه سازمان یافته امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز به مقامات مربوطه برای اجرای شنود مجاز مشارکت در نگهداری توزیع عرضه یا در دسترس قرار دادن تصاویر پرنگرافی افراد زیر سن قانونی در یک گروه سازمان یافته مشارکت در خرید هم نگهداری ارزه یا فروش مواد مخدر ارائه بدون اطلاع قبلی ابزار و خدماتی برای رمزنگاری که صرفا برای احراز هویت یا نظارت بر صحت داده ها نیست مشارکت در کلاهبرداری سازمان یافته عضویت در گروهی جنایی با هدف ارتکاب جرائمی که مجازات آنها پنج سال حبس یا بیشتر است و پولشویی درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات گروه های یافته اینا خب از جمله مهمتر مواردی که توی اتهامات آقای دروف دیده میشه حالا باید سب کنیم ببینیم دادگاه کی برگزار میشه و نتیجهش چی میشه چند روز قبل تو شبکه های اجتماعی فارسی خبری درباره پاکستان منتشر شد و همراه هاش یه اسکرین هم از یکی از خبرهای سایت دیلی میل پخش شد که خب واکنش های نسبتا زیادی هم داشت در توضیحش نوشته بودن یک مرد پاکستانی به زنی تجاوز میکنه شورای روستاشون برای مجازات حکم میده که برادر زن قربانی در ملع عام به خواهر متجاوز تجاوز کنه و خب تجاوز به این دختر نوجوان در مقابل چشمان والدین و چهل نفر از مردم روستا انجام شده خب همونطور که گفتم این خبر توی شبکه های اجتماعی فارسی دست به دست شد ما هم فکت چکش کردیم و بهش نشان نیمه درست دادیم یعنی اینکه یه بخشی از خبر درست بود و یه بخش دیگهش هم نادرست که خب آقا رضا جزئیاتش رو برامون توضیح میده که قضیه چی بوده بسیار خیلی خبر تل خود سختی اصلا فکت که ناراحت کننده بود خب ما اول رفتیم دنبال اون اسکرین شات دیلی میل اصل خبر رو پیدا کردیم و دیدیم مال ماه مارس سال 2018 بوده یعنی دقیقا به تقویم خودمون میشه 8 فروردین 97397 پس تا همینجا هم نشان این ادعا خودش یعنی این کافیه که از درست تبدیل بشه به نیمه درست حالا ماجرای اصلی چی بوده اون اتفاقی که بیش از 5 سال پیش رخ داده بوده ماجرایی که دیلی میل به نقل از منابع پلیس محلی منتشر کرده اینه که این اتفاق در استان پنجاب پاکستان رخ داده یه مردی از طرف مردم یه محله متهم شده به اینکه به دختر 16 ساله تجاوز کرده تمام محله جمع میشن و میگن این پسری که تجاوز کرده باید کشته بشه خونواده اون پسره که مظلوم بوده وساطت و خواهش و التماس میکنن به خونواده قربانی غرما... که یه راهی پیش پاشون بذارن تا به قول خودشون افواشتی شکل بگیره خونواده قربانی هم در نهایت با اف موافقت میکنن اما برای شرط میذارن شرطش هم این بوده که برادر اون دختر قربانی تجاوز با خواهر اون کسی که تجاوز کرده یا حداقل متهم شده به اینکه تجاوز کرده همون کار رو بکنه یعنی تجاوز بکنه اونطوری که توی گزارش ها نوشته شده ده ها نفر از افراد اون روستا هم که توی جلسه آشتی حضور داشتن با این شرط موافقت میکنن یه زن 40 ساله برای اجرای این شرط انتخاب میشه که احتمالا یکی از خواهرای اون فرد مظلوم بوده و در نهایت هم برادر اون دختر 16 ساله به این خانم تجاوز میکنه بعد بعد از اون هر دو تا خانواده طرف این درگیری توافقنامه کتبی می نویسن و اعلام میکنن که تصویه حساب انجام شده و هر دو تا خانواده این اتفاقات رو فراموش میکنن و نمیدونم دیگه هیچ کینه ای و اینا هم از هم ندارن بعد این ماجره ها رئیس پاسگاه پلیس محلی اعلام کرده بود که یکی از کارمندا یا مامورای اون پاسگاه این موافقت نامه کتبی رو پیدا میکنه و پیگیری که میشه علی ده نفر از اعضای هر دو تا خانواده پرونده تشکیل میشه که دیگه حالا نمیدونیم نتیجه بررسی اون پرونده و این اتفاقات چی شده رو ما خبر نداریم تو گزارش دیلی میل هم نبود بنابراین دو تا نکته توی روایت اصلی وجود داره که توی این چیزی که تو شبکه های اجتماعی گفته شده نیست یکی این که توی گزارش ها از جمله گزارش دیلی میل که بهش استناد شده حرفی از تجاوز در ملعه عام نیست و دوم اینکه این به عنوان یه خبر روز تو شبکه های اجتماعی فارس زبان منتشر شده بود ولی همونجور که گفتم برای پنج سال قبله بنابراین چون اصل خبر درسته ولی این دو تا نکته مهم توش بیان نشده بهش نشانه نیمه درست دادیم و البته آخر گزارشمون در هم درباره اینم نوشتیم که اصلا این قضیه تجاوز به قصد تصفیه حساب یا در واقع تجاوز انتقام جویانه در پاکستان یه, یه مورد دو مورد نیست و قبلا هم گزارشهایی دربارهش منتشر شده که اتفاقا بعضی از اونها هم تجاوز در ملعه بوده که خب یه سابقه ای داره که آرزو توضیح بده دربارهش بله این چیزی که شنیدیم توی پاکستان بی سابقه نیست متاسفانه این همین تجاوز انتقام جویانه یا همون ریونج ریپ به اصطلاح روشیه که بخشی از جامعه سنتی پاکستان اجراش میکنن خودشون معتقدن که این کار رو برای رسیدن به عفو و آشتی و توافق انجام میدن معمولا هم برای تصمیم گیری ها این چنین یه سری جرگه ها یا شورای روستایی رو با حضور بزرگتر, بزرگتر محلی ول به اصطلاح محلی تشکیل میدن و یه جوری واسه خودشون نمی دادگاه و اینا درست میکنن حکم صادر میکنن در واقع کاری که عملا میکنن اینه که سیستم غذایی و پلیس رو دور میزنن و برای اینکه به قول خودشون به توافق آشتی برسن خودشون مجازات های خانوادگی تعیین میکنن حالا اصل این قضیه که کلا مردوده و قاعدتا نباید هر کی بتونه واسه خودش این دادگاه و اینا رو تشکیل بده و حکم شخصی صادر کنه ولی توی همین شوراهاشون هم لاقل خود اون کسی که تجاوز کرده رو مجازات نمیکنن به جای فرد متجاوز خواهرش رو تنبیه میکنن در واقع با این کار یه مشکلی حل یه قربانی به تعداد قربانی اون در واقع اضافه یعنی عملا به جای تنبیه و مجازات دارن همون جرم رو باز تولید میکنن دقیقا دقیقا مواردش هم یکی دو تا یه خبر مشابهی هم سال 2017 منتشر شده و خیلی بازتاب جهانی هم پیدا کرد اونجا حکمی که این ریش سفیدای روستا داده بودن بدتر بود یعنی نه تنها گفته بودن باید به خواهر اون فرد متجاوز تجاوز بشه بلکه تجاوز گروهی رو در ملای عام انجام بشه توی اون پرونده پلیس پاکستان قضیه رو میفهمه و 20 نفر رو بازداشت میکنه معروفترین موردم مربوط میشه به سال 2002 اون زمان یه زنی به اسم مخت داران، مختاران مای توی پاکستان قربانی همین روش تجاوز انتقام جویانه میشه ولی بعدش ماجرا رو ول نمیکنه و میره از کسایی که به اسم این همین تصویه حساب و مجازات بهش تجاوز کرده بودن شکایت میکنه خب این پرونده خیلی معروف شد ابعاد بین هم پیدا کرد توی این پرونده 14 تا مرد رو به اتهام تجاوز بازداشت کردند که توی دادگاه بدوی 6 نفرشون همون سال مجرم شناخته شدن و به اعدام محکوم شدن ولی 5 نفر از این شش تا بعدن توی دادگاه تجدید نظر آزاد شدن. یه نفرم حکمش اون یه نفرم حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کرد خب یه پولی بابت خسارات و مجازات به خانم مای پرداخت شد که بعدا با همین پول توی روستاشون یکی دو تا در واقع دو تا مدرسه را انداخت دقیقا و کم کم تبدیل شد به فعال حقوق زنان خب همین پرونده و پیگیری های خانم مای باعث شد که کلی توجه بین المللی به این نوع مجازات در پاکستان جلب بشه نمیدونیم چقدر تاثیر داشته آماری نیست نشون بده چقدر کمتر شده اینا ولی خب مقام پاکستان میگن این موارد خیلی رایج نیست و استثناست و قانون و دولت و اینها هم باهاش مقابله و برخورد میکنه چند روز پیش یه ویدیویی توی شبکه های اجتماعی فارسی زبان مخصوصا توی تلگرام منتشر و دست به دست شد این ویدیوی رژه یه در واقع همایش یا کارنوالی رو نشون میداد که توش چند تا دختر کم سن رو میدیدیم که با آرایش غلیظ و لباسهایی که منتقدای این کارناوال میگفتن سکسی و فلان و ایناست دارن توی خیابونی راه میرن و میرقصن و پرچم رنگین کمانی هم دستشونه توی توضیح این ویدیو نوشته بودن این یه همایشی برای پدوفیل هاست خیلی ها در واقع در ادامه این توضیح نوشته بودن که این مراسم توی آمریکا برگزار شده بعضی هم به اسپانیا اشاره کرده بودن خب ما این ویدیو رو در واقع و ادعایی که مطرح شده بود رو بررسی کردیم و بهش نشان نادرست دادیم که حالا آقا فراد در اون توضیح میده قضیه از چه قرار بود همون اول کار یه تعداد اسکرین از این ویدیو رو جستجوی معکوس کردیم و همزمان هم چند تا کلید واجه مرتبط با این ادعا رو سرچ کردیم تو اینترنت. همه اینا ها ما رو به یه خبری رسون که مربوط میشه به فوریه 2024. محل این رژم اسپانیا بود، ارتباطی با آمریکا نداشت برخلاف اون چیزی که بعضیا میگفتن. ویدیو مال یه کارناوالیه که تو شهر تورویخا ثبت شده. یه شهری در جنوب شرقی استان آلکانته. در اسپانیا این بچه هایی که در ویدیو دیده میشن هم عضو گروه اوسادیا هستن از جمله گروه های شرکت کننده توی این کارناوال بودن این رژه بخش های مختلفی داشته که هم بچه ها هم بزرگ سالها با لباس های متنوعی که تنشون کرده بودن میرقصیدن حرکات آکروباتیک انجام میدادن تصویر های زیادی هم از این کارناوال منتشر شده و میشه پیداشون کرد که ما چندتا نمونهش رو توی گزارشمون گذاشتیم بعد از اینکه این, این کارناوال برگزار شد بعضی ها از لباس هایی که تن چند تا از بچه ها بوده انتقاد کردند و گفتن این کار عملا جنسی کردن بدن کودکانه در راستای همین انتقادها و مخالفت ها یه گروهی پارو فراتر گذاشتن و گفتن اصلا این بخش رژه عملا پدوفیلی محسوب میشه و یعنی گرایش جنسی به کودکان و براش حتی هشتگ یه هشتگ هم انتخاب کردن به اسپانیایی درباره مخالفت با پدوفیلی بود و توی شبکه اجتماعی ازش استفاده کردن انجمنی که این کارناوال رو برگزار کرده بود در پاسخ به این انتقادها یه پست اینستاگرامی منتشر کرد و نوشت که این انجمن همیشه از همه گروه ها و شرکت کننده حمایت میکنه و توی این کارناوال ها از آزادی دفاع میکنیم یه بخشی از این انتقادها و حمله ها جنبه سیاسی هم پیدا کرد که عمدتا از طرف احزاب راست افراطی و گروه های مذهبی بود کار کشید اصلا به شهردار یعنی شهردار تورویخاد یعنی همون شهری که این کارناوال توش برگزار شده بود این شهردار هم که از حزب راست میانه است و در پاسخ به این مخالفت های منتشر کرد و نوشت که این کارناوال نقد تنز انگیزش و سرگرمی محسوب میشه و خارج کردنش از زمینه های برگزاریش و این جور به اصطلاح برچسب زدن ها کاملا نابجاست یعنی در واقع دفاع کرده است کارناوال بعدم در ادامه نوشته بود که قصد پدرانو مادران این بچه ها به هیچ وجه این نبوده که اونا لباس های به اصطلاح بیش جنس گرایانه بپوشن بلکه قصدشون نقد سیاسی و اجتماعی وضعیت اسپانیا بود در همین راستا موافقای این حرکت هم میگن این کارناوال یه نقد اجتماعی و سیاسی علیه سرکوب های جنسی و جنسیتی تو جامعه اسپانیاست و این مخالفا هستن که اون رو یه کاری یا یه اقدامی برای خوشایند پدوفیل ها میدونن پس مشخصه که این اساسا این رژه و کارناوال ربطی به پدوفیل ها نداره بلکه مخالفان و منتقدانش برای توصیف این کارناوال همچین نسبتی رو بهش دادن و حتی بابتش شکایت قانونی هم به جریان انداختن ما در ادامه گزارشمون به این سوال جواب دادیم که آیا اساسا پدوفیلیا در اسپانیا قانونیه جوابم اینه که نه هم پدوفیلیا هم تولید و توزیع یا در اختیار داشتن محتوا محتوای پورنوگرافی کودکان به عنوان یه جرم خیلی جدی شناخته میشه و قوانین سفت و سختی هم براش وجود داره این اینو به این خاطر میگیم که یعنی در واقع جوابیه به اون که این یه کارناوال در ستایش پدوفیلیا یا در واقع در حمایت از این ماجرا باشه اینم بگم که با توجه به اینکه این بحث توی سوشال میدیا اسپانیا مطرح بوده یه سری سایت های دیگه فکچکینگ هم ادعای نادرستی که همراه با این ویدیو در کشورهای دیگه منتشر شده بود رو فکچک چک کردن و توضیح دادن که این کارناوال سالانه ارتباطی با این ادعا یا حتی اصلا رژه پراید یا همون رژه ال هم نداره یعنی در واقع این اقلیت‌های جنسیتی خیلی بخش اصلی این رژه نیستن ما هم خب به این ادعا که این کارناوال و ویدیویی که ازش منتشر شده مربوط به حضور کودکان در همایش یا رژه برای پدوفیلها ها در آمریکاس نشانه نادرست دادیم طبق معمول هفته های اخیر این هفته هم یه گزارش درباره موضوع مهاجران افغانستانی در ایران داشتیم و بازم طبق معمول ادعا ادعای درستی نبود یه سری از رسانه ها مثل خبر آنلاین و سایت روزنامه جهان صنعت و چند تای دیگه به نقل از داوود زاره مدیر کل بیمه سلامت استان البرز نوشته بودند که نیمی از زایمان های کرج متعلق به مادران افغانستانی است اینم از اون فکچکایی بود که توی بررسی اولیه فکر کردیم با یه ادعای نیمه درست یا شاید گمراه کننده طرفیم ولی وقتی بیشتر بررسی کردیم دیدیم حتی نادرست هم نیست داره. که اگر نشانهای ما رو آشنا باشید ما به جز نادرست یک نشان هم داریم مثل شاخدار که گذاشتیمش برای موضوعاتی که به شدت و به طرز مزهکی غلط هستند خب این خبر خیلی دست به دست شد کلی پست اینستاگرامی و اکانت توییتری اونو بازنش کردن و بسیار بازدیدهای زیادی داشتن بعضی از این پیجا و اکانت هم تیترایی مثل آمار هولناک و فاجعه بزرگ و امثال اینا براش زدن خب آقا رزا برامون بگو قضیه این آمار چی بوده و اصلا چی شد که نشان شاخدار دادیم به جای نشان نادرست خب ما برای بررسی این ادعا رفتیم خبرهای رسانه های مختلف رو خوندیم این ادعا از دل صحبتهایی بیرون اومده بود که آقای داوود زاره مدیر کل بیمه سلامت استان البرز توی نشست خبری که اخیرا برگزار شده بود گفته بود در همون نگاه اول با مقایسه خبرهای رسانه ها و خبرگزاری مختلف دو تا اختلاف آشکار رو میشد پیدا کرد مثلا توی خبر تسنیم که نسبتا کاملتر از بقیه تنظیم شده بود اینجوری بود که آقای زاره گفته بود که استان البرز در واقع به استان البرز نه کرج اشاره کرد که خب به نظر می‌رسید با توجه به اینکه اسم کرج توی تیتر خب کلیک خورتره بعضی از سایت ها و کانال ها خب طبیعیه تقریبا از اسم کرج توی تیتر استفاده کردن موضوع بعدی که مهمتر بود این بود که توی خبر نوشته شده بود که اطبای خارجی نه صرفا مهاجران افغانستانی خب اینجا هم به نظر میرسه خب به حال خیلی با توجه به جمعیت خیلی زیاد مهاجران افغانستانی به نسبت سایر اطوای خارجی خب این هم در واقع چیز عجیبی نبود که از مهاجران افغانستانی استفاده تا اینجا کار به نظر میرسید با یه ادعای نیمه درست مواجهیم چون اگر اصل اون آمار درست بود میشد با کمی اغماز در واقع بهش این نشان رو داد اما یه نکته دیگه توی خبر تسلیم جلب توجه میکرد که ما رو به سمت نشان گمراه کننده نزدیک کرد اونم اینکه توی خبر نوشته شده بود که که 73 درصد کل زایمان های استان البرز توی سال 1402 سزاریان بودن که از این تعداد نصفشون مربوط به مادران اطباع خارج بوده یعنی نه نصف کل زایمان ها بلکه نصف زایمان های سزارین در واقع مادران اتباع بوده البته ماجرا به اینجا هم خط نشد بچه های بررسی بیشتری کردن تا ببینن میتونن ویدیوی این نشست خبری رو پیدا بکنن کار به اینجا رسید که رفتیم سراغ سایت رسمی خود بیمه سلامت اونجا نسخه متنی کاملی از صحبت همین آقای مدیر کل رو پیدا کردیم از متن صحبت ها کاملا مشخصه اون جمله اینجوری که توی خبرها اومده نبوده توی اون نشست خبری در واقع گفته شده که بالغ بر 73 درصد زایمان های استان با عمل سزارین انجام شده در ادامش توضیح داده که در یکی از بیمارستان‌های های حدود 50 درصد زایمان در واقع بر به اتبا بوده بعد هم از بیمارستان کمالی اسم آورده و توضیح میده که بیمارستان دولتیه که با هماهنگی مسئولای استان اتباع خارجی برای انجام زایمان به این بیمارستان ارجاع داده میشن پس مشخصه که این جمله اساسا با اون چیزی که توی رسانه ها نقش شده خب ارتباطی نداره و اون آماری که اومده و خبرساز شده در واقع آمار یک بیمارستان بوده نه آمار کل کرج نه آمار کل استان البرز نه آمار حتی زایمان های سزارین اون بیمارستانی هم که خود مسئول مرتبطش داره میگه کل اطبای خارجی اونجا زایمانشون رو انجام میدن این آمار مال اونجاست نمیشه به همه بیمارستانها یا به همه کل شهر تعمیم داد خب اینجا مشخصه که دیگه اصلا ما با یک ادعای نیمه درست یا حتی گمراه کننده مواجه نیستیم چون به هر نقل قول عوض شده و یه آمار دیگه به یه عنوان دیگه با یه شکل و شمایل دیگه مطرح شده و آماری که صرفا به زایمانهای های سزارین یه بیمارستان خاص اشاره داشته به کل شهر استان تعمیر داده شده ما هم توی فکنامه یه چنین ادعایی رو در یه چنین ابعادی بهش نشان شاخدار میدیم و همین کار رو هم کردیم شاخدار دادیم بعضی از کاربرهای شبکه های اجتماعی فارسی زبان توی اینستاگرام یه ویدیویی رو منتشر کردن و در توضیحش نوشتن ماهیگیری چینی ها در دریای خزر خب از این ویدیویی نبود که خیلی گسترده دست به دست بشه اما از اون هایی بود که مخاطبا ازمون اون خواستن بررسیش کنیم ضمن اینکه بهشون میخوره از اون در واقع سوژهایی باشه که بازم احتمالا توی هفته ها و ماهای دیگه به یه مناسبتی دوباره بیاد و خبرساز بشه و اون موقع وایرال بشه موضوع به یه ویدیوی کوتاه مربوط میشه که داره یه دستگاهی رو نشون میده که به صورت خودکار داره تور ماهیگیری رو از عرشه قایق جمع میکنه یه چیزی شبیه چرخه که میچرخه و توری که توش کلی ماهی گیر کرده رو داره در واقع این توری رو میکشه و میاره بالا توی قایق خب ما این رو فکت چک کردیم و توی گزارشمون توضیح دادیم که این ادعا ادعای بی اساسیه و آقا فراد الان توضیح میده برامون لطفا که این ماجرا از چه قرار بوده خب مثل موضوع قبلی ما باز اسکرین شات های از این ویدیو رو تو سرویس عکس گوگل جستجوی معکوس کردیم و مشخص شد که این ویدیو حداقل از اوایل سال 2024 میلادی که میشه حدودای دی 1402 توی اکانت های غیر فارسی پخش شده خیلی از حساب های کاربری توی شبکه های اجتماعی بنگلادشی یا اکانت های عرب زبان هم این ویدیو رو منتشر کرده بودن البته به عنوان یه چیز جالب چون همونجوری که گفتی تعداد ماهیا خیلی زیاده و به صورت خودکار هم ماهی داره ریخته میشه توی قایق البته ما تو گزارش رو ما اشاره کردیم که نمیتونیم با اطمینان بگیم که زمان و مکان دقیق ویدیو چیه چون نه کسی حرفی میزنه نه در اطراف چیز خاصی دیده میشه و گزارش معتبری هم دربارش نیست و خود ویدیو هم هیچ نشونه ای نداره که بشه این رو تشخیص داد مثلا همونجور که گفتم کسی توش صحبت نمیکنه که بشه زبون و لحجش رو فهمید یا مثلا توی تصویر آرمی پرچمی نشونه ای چیزی باشه که یه سر نخی بهمون به بده بیشتر به نظر میرسه که همونجور گفتم به نظر به خاطر اون مدل جمع شدن و تور ماهیگیری و دستگاهی که داره ازش استفاده میکنه خیلی سری و خیلی سری داره تعداد زیادی ماهی رو با تور میکشه بالا برای سری از مخاطبا جذاب بوده و صرفا به خاطر همینه که ماهاست داره به عنوان یه ویدیو جالب دست به دست میشه حالا هم تو شبکه اجتماعی فارسی اومده که البته خب اکانت غیر فارسی بیشتر اینو منتشر کرده بودن از طرف دیگه هیچ خبر و نشانه و گزارشی هم نیست که نشون بده چینی ها اصلا در دریای خزر حضور خاصی دارن و یا اینکه مثلا دارن ماهیگیری گسترده انجام میشن خب مشخص نیست که اساسا این ادعا از کجا اومده و با چه فکت و سند و مدرکی همچین ادعایی رو درباره این ویدیو مطرح کرده احتمالا خیلی ها یادشون است که بارها گزارش های مختلفی درباره مجوز ماهیگیری چینی ها و حضور چینی ها در خلیج فارس و دریای عمان منتشر شده و حتی بهش اشاره رسمی شده ولی تو هیچ از گزارش ها و رسانه ها و اینا حرفی از دریای خزر زده نشده اینم خب در نظر بگیرید که آبهای جنوب ایران یعنی خلیج فارس و دریای عمان به آبهای آزاد راه دارن و چین هم مثل خیلی از کشورهای دیگه میتونه اونجا کشتی و قایق و اینا بفرسته اما هیچ دسترسی آبی به دریاچه خزر نداره البته خب این نمیتونه به طور کامل مانع حضوری کشوری تو اونجا بشه مثلا خب چین میتونه صنایع کشتی سازی توی یکی از کشورهای آشیه خزر را بندازه از اون طریق وارد این حوزه بشه ولی خب مسئله اینه که نه توی منابع فارسی نه توی منابع خبری خارجی هیچ حرفی از این مسئله زده نشده خب روسیه قزاقستان ترکمنستان ایران و آذربایجان پنج کشوری هستن که آشیه خزر محسوب میشن و چین هم با خیلی از این کشورها از جمله ایران روابط تجاری زیادی داره ولی توی هیچکدوم از خبرهای مربوط به این روابط تجاری چه با ایران چه با اون چارت تا دیگه چیزی درباره ماهیگیری چینیا در این دریاچه پیدا نمیشه و طبق کنوانسیون دریای خزر همین پنج تا کشور هستن که حق انحصاری ماهیگیری در آبهای سرزمینیشون در دریاچه خزر رو دارن حالا جالبه که توی این سرچا یکی دو تا ویدیوی دیگه پیدا کردیم که درباره ماهیگیری چینی ها در دریای خزر تیتر زده بودن ولی محتوای مثلا اون ویدیوها رو نگاه میکردیم اصلا مربوط به گزارش صدا و چند تا گزارش دیگه از در مورد حضور چینیا تو خلیج خلیج فارس و دریای عمان و هیچ اشاره ای به دریای خزر نمیکنن حالا یا این میتونه اشتباه باشه که احتمالا یا اشتباه دبیریه که حالا اینو نوشته تیتر رو تنظیم کرده یا هم اینکه حالا بدبینانه نگاه بکنیم آمدانه بوده که در متن خلیج فارس و دریای عمان باشه درباره چی ماهیگیری چین یا تو تیتر دریای خزر باشه که حالا از یه جورایی شاید فکر کنیم مثلا از هردو استفاده بکنن برای بیشتر دیده شدن حالا احتمالا انگیزه چنین ادعای بی اساسی درباره ماهیگیری چینیا توی خزر هم همین سابقه حضور سیادان چینی تو آبهای جنوب ایرانه که خب همونطور که گفتم بارها در موردش خبرها و گزارشی منتشر شده به خصوص ماجرای سید ترال گسترده چینی ها یه مدت خیلی سر و صدا کرده بود خلاصه این ادعای ماهیگیری چینیا توی دریای خزر یا در واقع دریاچه خزر از نظر ما حالا اون تقم بررسی هایی که کردیم بیاساس بود و این در واقع این ویدیو هم ارتباطی معناداری معنی با ماهیگیری چینیان نداره و خب طبیعتا ما هم بهش نشانه نادرست دادیم بینم از فکت چک ها بریم سراغ کامنت ها مثل همیشه دوستان زیادی برامون کامنت گذاشتن این هفته بهمن بهاره مستر پای یا پی می محمودی ای سعید چیا کاتیا وحید ام امینی سجاد محفا مریم علی شاهو ریحانه تارا بهروز آفریدون فرهاد میرا شایان و یه کاربر عزیزی که حالا به جای اسم یه ایموجی تاج داره که حالا ما بهش بگیم تاج خب ریحانه لطف کرده در ادامه بحثی که توی چند تا اپیزود قبلی بود و هفته پیش روزا هم دربارش صحبت کرد درباره مقالات آقای صاحب کار که در سال 340 تا مقاله در واقع به اسمشون منتشر شده بود نوشته بودن نوشته بودن که درباره در واقع سیستم تولید مقاله در ایران با ما موافقن ولی این رو اشاره کرده بودن که مرداد پا سال آقای صاحبکار خودش توضیح داده بود ته چند تا استوری که ده سال هر روز حتی روزهای تعطیل دانشگاه میره و مقاله مطالعه میکرده و سابمیت میکرده و حتی انتظامات و حراست هم اینو تایید میکردن ولی در مجموع چیزی که ایشون نوشته بودن که متاسفانه نه تنها دکتر صاحبکار بلکه اکثر اساتید ایرانی به دلیل محدودیت هایی که در کشور وجود داره مقالاتشون به سمت خروجی خوب یعنی تولید محصول نمیره که این باعث ناراحتیه ببین ما قضاوت درباره آقای صاحبکار نمیکنیم اما در واقع میخوام خب اینو بگیم حتی درباره تعداد 340 مقاله همچنان این حرف ما برقراره که حتی اگه آدما ویکند و تعطیلات و هر چی برن بازم 340 تا مقاله علمی خوندنشون حتی ریویو در حد روخانیشون باز عدد خیلی بزرگ و عجیب غریبیه که اعتبار اینو میبره زیر سوال حتی این ابهام رو ایجاد میکنه تو دل این مقاله ها اصلا چه چیزی به هر حال این نشانه ای نشانه به وضوح نشانه و الان آقای صاحب هم الان شاید نماد و نشانه چنین وضعیتی شدن نشانه نهزت تولید مقاله است تولید انبوه مقاله است یعنی اگه بخوایم بخ... مثال بزنیم حالا درباره شخص آقای صاحب کار خب درباره خود ایشون و درباره تخصصاشون اینا سوال ولی به هر حال ایشون الان سمبل و نماد و نشانه تولید مقاله در ایران محسوب تولید انبوه مقاله کارخانه تولید انبوه مقاله در ایران محسوب میشه و از این جهته که ما حالا به ایشون اشاره کردیم ولی در مورد شخص ایشون رو حالا به هر حال توانایی های بالقوه یا بالفعل علمی که دارن و اینها قضاوت نمیکنن ولی باز تشکر میکنیم از ریحانه که این بحث رو دنبال میکنن و این نکته رو به ما گفتن حتما میرم من بعد اینستاگرام آقای صاحبکار رو دنبال میکنم ببینم که حالا ایشون بعدا تو استوری های دیگه اگه توضیحاتی در این مورد میدن و ابهامات رو میدن خب خیلی مفیده ممکنه این توضیحات موضوع رو از این چیزی که هست روشنتر بکنه خب چیام برامون نوشته من عاشق مستندهای فکنامه هستم و میدونم همه مخاطبانم هم با من هم نظر هستم پیشنهاد من اینه که در آینده قبل از درست کردن مستند سه چهار از موضوعات مهم و جالب رو در قالب یه نظرسنجی اعلام کنید تا مخاطبا انتخاب کنن موضوع مستند بعدی رو حالا لازم هم نیست که نظرسنجی داخل سایت یا شبکه اجتماعی بزنید همینجا داخل کس باکس هم شفاهی اعلام کنید خوب خیلی ممنون اولا از لطفی که به مستندهای فکنامه دارید دومی که خب پیشنهاد جالبیه حتما بهش فکر می‌کنیم البته خب پروسه انتخاب سوژه فقط جالب بودن سوژه و اینکه ما حرفی برای گفتن داشته باشیم نیست برای مستندا یه چیزای دیگه هم باید ببینیم حساب کنیم که تصویر براش موجوده و اگر موجود نیست باید چه فکری بکنیم آلترناتیوش چی میتونه باشه یعنی یه سری پیچیدگی ها اینجوری هم داره که ما قبل از اینکه بریم سراغ سوژه باید فکر بکنیم دربارهش ولی اینم پیشنهاد خوبیه حتما بهش فکر می‌کنیم برای آینده ممنون که پیشنهاد دادید اجالتا از چیا خواهش میکنم اگر سوژه چیزی به ذهنش رسید و فکر که قابلیت داره برامون بنویسه توی لیست کارهای بالقوه که ممکنه در واقع کاندیدای مستند باشن اضافه خواهیم کرد آره همونجوری که برای سوژه پیشنهاد میتونید بدید برای مستند هم همینطور میتونید برای حالا برنامه دراز مدت تر توی از طریق راه های مختلفی که با ما تماس میگیرید از جمله تلگرام که با ادمین کانال تلگرامی میتونید تماس بگیرید و هم پیشنهاد سوژه مست مستند بدیم پیشنهاد سوچه فکت چکینگ اگر چیزی به چشمتون بخوره چند نفری هم در مورد موضوع افغانستانیا در ایران برامون کامنت گذاشتن مثلا سعید گفته در مورد مافیای افغان در ایران بخشی داشته باشید که خب ما دقیقا نمیدونیم منظورش چیه اگه دقیقتر بگن ممنون میشیم که مافیای افغان چیه در ایران می محمودی هم نوشته تعداد افغان ها خیلی زیاد شده تو ایران انصاف نیست کشوری که این همه مشکل داره رو اینجوری نابود کنن آفریدون هم در کست باکس مشابه همین در دغدغه می محمودی رو نوشته و گفته حضور مهاجره افغانستانی کاملا ملموسه و نیازی به عدد و رقم نداره یه نفری هم توی تلگرام پیام داده بود که با این روندی که دارید جلو میرید یحتمل به زودی اعلام خواهید کرد که اصولا هیچ افغانی در ایران حضور نداره و افغانهایی که مدعی هستید به وفور در کوی و خیابان و بیمارستان و مدرسه میبینید توهمات ذهن نجات شماست خب اساسا با برچسب زدن و اسم گذاشتن و اینا که مخالفیم یعنی نه تنها از این عبارت ها و توصیف استفاده نمی کنیم بلکه مخالف این هم هستیم و به شدت معتقدیم که نباید دغدغه ها در این رابطه رو نادیده گرفت یعنی اتفاقا اینکه اتفاقا تو حرفایی که با خودمون هم میزنیم در تحریریه اینو همش حرفش هست که اتفاقا دغدغه ها خیلی طبیعیه اعتراض ها باید شنیده بشن ولی تا وقتی که این اعتراض ها و دقدقه ها رو ما بر اساس یه سری فکت ها و واقعیت ها ببریم جلو نه بزرگ نمایی و اقراق در اعداد و ارقام ما چند بار هم درباره این موضوع صحبت کردیم تو این پادکست اول اینکه اگه تو این چند ماه اخیر تعداد فکت چکامون درباره این موضوع نسبتا زیاد بوده به این دلیله که تعداد ادعاهای نادرست خیلی بیشتر شده قبلا هم گفتیم به نظر نمیرسه که این اتفاقی باشه گاهی بدون هیچ ردپای خبری صرفا در موردش خبرسازی و جعل خبر میکنن دومی که قاعدتا ما نمیتونیم به یه ادعایی که نادرست یا شاخ داره بگیم درست که مثلا یه رسانه میاد یه آمار غلطی درباره یه موضوعی میده جدا از اینکه ما چه دیدگاهی درباره اون موضوع داریم وقتی فکت چکش کردیم و دیدیم غلطه امکان نداره دیدگاه شخصی رو قاطیش بکنیم مثلا بگیم درسته بله ما میدونیم که افسایش مهاجرا در هر کشوری به خصوص وقتی که قانون و حساب کتاب درست و نظارت قانونی و اقتصادی و بهداشتی و ریزی شده نباشه میتونه برای مردم نگران کننده باشه میتونه تاثیرات اجتماعی اقتصادی بذاره تاثیرات سیاسی حتی میتونه بذاره در دراز مدت اما این اصلا توجیه مناسبی نیست که به خاطر این قضیه یه عده بخوان خبرسازی کنن یا اصلا سهوا خبرهای نادرست زیادی دربارش منتشر کنن توی پادکست چند بار گفتیم که معتقدیم اتفاقا همین خبرهای نادرست باعث میشه که اعتماد مخاطب از بین بره و ضمن اینکه اصلا مسیر مطالبات اصلی رو هم به هاشیه ببره اتفاقا ما حالا دوستمون که تو تلگرام گفته بود که دو روز دیگه به همه میگید نجات پر از هر کی که انتقاد بکنه نه اتفاقا دقیقا ما برعکس اینو داریم بگیم اتفاقا هر کسی انتقاد میکنه نجات پر نیست افغان ستیز نیست ولی تا وقتی که بر اساس فکت ها بریم جلو بر اساس واقعیات بریم اعداد ارقام علکی ساخته نشه و همه رو هم با یک چوب نرونیم اینکه بگیم تمام افغانستانی اینا تمام مهاجرا به به هر ما همش حرف, حرف اصلی اینه که دو طرف قضیه اون وسط باشیم بعدم یه چیزی من منم اضافه بکنم مثلا اون حجم عجیب غریبی که فکت که هفته پیش روزا تعریف کرد درباره که اینا مثلا تا سه سال دیگه میگن نجات برتر این در واقع همین چیزایی که مطالب معقولی که ممکنه تو این کانسپت گفته بشه رو زیر سوال میبره که یعنی اصلا کلا وقتی با منطق ریاضی سازگار نیست یا این فکت که این هفته درباره زایمان ها درست کردیم اگه فکت میخوایم داده میخوایم مرکز آمار ایران تو صفحه اول خودش تو بحث جمعیت نرخ باروری اتباع خارجی و اتباع ایرانی رو منتشر میکنه و همیشه نرخ باروری اتباع خارجی که اکثرشون هم ماجران افغانستانی هستن خیلی بیشتره خب همین کافیه برای اینکه کسی که مثلا داره حرفشو میزنه مستند به یه چنین فکتی بکنه بیاد حرفش تا اینکه بیان مثلا آمار در واقع برداشت اشتباه از صحبت مدیر کل بیمه سلامت تبریز تبدیل کنم به اینکه 50 درصد زایمان در کرج مثلا اتباع افغانستان خب عدد خیلی بزرگه مقیاس خیلی بزرگه و این اعتماد رو از و اصلا کلا اون زمینه فکتوال بس که قابلیت بس داره باید گفته بشه باید درباره صحبت بشه اونو کلا زیر سوال میاره من خواستم فقط این هم اضافه کنم به فرمایش شما آقا فراد خب آقا فراد اگه موافقی می آخر کاری <تصحيح> چند تا از کامنت های در درباره اجرای روزا خانوم هم که اول گفتیم و <تصحيح> مرور کنیم که خیلی بعضیش واقعا با مزه بود دیگه بهترین کامنت که وحید نوشته بود <تصحيح> بود کودتای نهم شهریور روزا خانوم بعد با یه سری حالا ایموجی و اینا که روزا خانوم ورزشه آقا فرهاد و آقا رضا رو جوری تفنگم از علامت تفنگ گذاشته یعنی <laughs> اینا رو حذف کرده و خودش تیک اوور کرده آره خیلی خندیدیم به این کامنت حالا تارا اسمی از روزا خانوم نیورده ولی نوشته بهترین اپیزود فکنامه تا اینجا که معلومه اشارش به چیه شایانم پیشنهاد داده و نوشته که خواستار حضور بیشتری روزا خانم در اپیزودها ها هستیم به شکلی که کلا اعضای پادکست به صورت ثابت سه نفره باشن این خب رو کاغذ خیلی جالبه سه نفره باشیم ولی کی به کارا برسه دیگه این تا وقت زیادی میبره هم آماده کردنش هم حالا اجراش ولی حتما ما چند تام چند هم بوده که روزا خانم به ما پیوسته برای توضیح یه سری فکچک هایی که خودش روش کار کرده ولی تنها موردی بودش که تنها اجرا کرد چیام دوباره براش نوشته بود که خیلی هم بهتر از اجرای تکیه من و فرهاد بود که همیشه با عجله و اشتباه لغوی امرا هستش و خیلی روزا خانم از ما بهتر بود که خب خیلی خوشحالیم که از ما بهتره و آره ما باید سعی بکنیم بهبود یعنی کارمون رو به چیز اگه قرار شد وقتی تکی اجرا بکنیم ان کمتر غلط و اینا بگیم دیگه حالا چند نفرم لطف داشتن ما وسط حالا ما حساب کردن وسط <تص> جاهو و محفا دمشون گرم که یادی از من و شما کردن گفتن جای ما خالی بهدادم تو توییتر لطف داشته که گفته که با اینکه روزا خانم واقعا خوب و توان مجرا کرد ولی ما دلمون برای صدای شما آقا رضا تنگ شده بود ما رو دور نند آره بعد همه خلاصه با شوخی و اینا خیلی استقبال کرده بودن ولی نه قطعا ما به همین فکر کردیم که بیشتر روزا خانم رو داشته باشیم قطعا حتی اگر به خاطر تواناییش در فکچک و توضیح فکچک نبود هم همین که یه نفر دیگه هم هرچند چند بار بیاد قطعا میتونه کمک کنه به پادکست ولی فعلا اجالت ما هستیم کودتای نهم شهریور کودتای <تصفح> نهم شهریور شکست خورده اینجوری بخربه. ولی قطعا ضعیف شد <تصفح> رژیم فعلی ما قطعا ضعیف شده و با کودتای بعدی قطعا فرو میریزه اینو من میتونم بگم که اتفاق افتاده خب این هم از اپیزود 179 خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید مثل این دوستانی که در کست باکس برای ما کامنت میذارن میتونید در کست باکس و جاهای دیگه اسپاتیفای یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترت و اکس برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو ب... بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو ما در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم و مثل هر هفته لینک مطالبی رو که در اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و افشین صدری، شان جم، نادر سمدی و نیوشا و آریان هم در کار تهیه و تولید این قسمت به ما کمک کردند و در واقع این کار رو به عهده داشتن. آدرس سایت ما هم از فکنامه.کام سر بزنید بهش. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.